خبرها را از محکومیت گسترده حمله به کارمندان رسانه‌ای در کابل آغاز می‌کنیم. ده‌ها خبرنگار در هرات در یک گردهمایی این حمله را محکوم کردند. شماری از خبرنگاران در این ولایت از افزایش حملات طالبان بر خبرنگاران و سکوت حکومت افغانستان در برابر این حملات نگران هستند. این خبرنگاران هشدار می‌دهند که پس از این خبرهای مربوط به طالبان را تحریم می‌کنند. نسیر احمد صالحی در این باره گزارش می‌دهد. حمله به خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها حمله به آزادی بیان و مدنیت است. شماری از خبرنگاران هرات در واکنش به حمله طالبان به کارمندان کابورا پرودکشن مربوط به گروه رسانه‌ای موبی در شهر کابل اینجا گرد هم آمده و این حمله را محکوم می‌کنند. آنان هشدار می‌دهند که پس از این خبرهای مربوط به طالبان را نشر نخواهند کرد. حادثه‌ای که روز گذشته در کابل پایتخت افغانستان صورت گرفت بر نگرانی تمام خبرنگارای افغانستان افسود. ما به عنوان یک خبرنگار باز هم نگران این چنین رویدادها هستیم و همچنین هر روزی که چنین حملات برای خبرنگارا صورت می‌گیره ما هم طبعا نگران‌تر می‌شیم از وضعیت کاری خود. در همین حال شماری از نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه‌ها از افزایش حملات طالبان به کارمندان رسانه‌ها نگران هستند. این نهادها حمله انتحاری طالبان به کارمندان گروه رسانه‌ای موبی در کابل را نکوهش می‌کنند. مسئولان این نهادها در هرات این حمله طالبان را دشمنی با آزادی بیان عنوان می کنند. دشمنان قسم خورده افغانستان نه تنها به دولت افغانستان، برای اتباع خارجی، بلکه برای افراد ملکی و کسایی که خدمتگار مردم افغانستان رسانه ای ها و کسایی که فعالین رسانه این به اونا هم حتی رحم نمی کنند. شدیداً از وضعیت امنیتی خبرنگاران و رسانه ها در آینده ای قش نگران هستم و از حکومت افغانستان جدا تقاضا دارم که برای تامین امنیت خبرنگاران و رسانه ها فعالین مدنی برنامه های مشخص روی دست بگیرند. آگاهان امور هم حمله به خبرنگاران و رسانه ها را بی حرمتی به آزادی بیان و ارزش های دموکراسی می خوانند. اما بیشتر انگشت اتهام به سوی حکومت افغانستان نشانه گرفته می شود که در برابر این حملات هراس افغانی سکوت کرده است. با وصف اتفاق افتادن چندین حمله در سالهای اخیر علیه خبرنگاران حکومت افغانستان بنابر بیکفایتی که داشته تا حالا هیچ اقدامی برای بررسی پرونده های خشونت و کشتار خبرنگاران انجام نداده. این عملکرد حکومت باعث شده تا روز به روز خشونت ها علیه خبرنگاران در افغانستان بیشتر بشه. شام روز چهارشنبه یک حمله کننده انتحاری موتر حامل کارمندان گروه رسانه‌ای موبی را در شهر کابل آماش قرار داد. در این حمله 7 کارمند این گروه رسانه‌ای جان باختند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. به دنبال این رویداد گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. حالا شماری از خبرنگاران این حمله طالبان را جنایت بشری می‌خوانند، چون به گفته آنان خبرنگاران بی‌طرف هستند و نباید از سوی گروه های هراس افغان آماج قرار بگیرند.